بچه سلام، احوالتون چطوره؟ خوبید؟ من حسام هستم. سلام بچه ها، خیلی مخلصیم. پیام هستم. امروز اومدیم یه ویدئوی مشترک بالاخره برای زنبوردارا واسه دوستای عزیزمون توی یوتیوب بذاریم. هم توی یوتیوب هم توی اینستا میخوایم یه ویدئو درباره این که این فصل یک ناامیدی خاصی بین زنبوردارایی که تازه کارن، خب تجربهشون کمتره، پیش میاد. البته برای زنبوردارای حرفه‌ای هم این ناامیدی پیش میاد. این فصل الان مثلا پنجم ششم شهریور ماهه و جمعیت زنبور خسته شده و تخم‌ریزی ضعیفه، کنه زیاده و باعث شده که جمعیت بیاد پایین و این ناامیدی پیش میاد و زنبورا پیشرفت نمی‌کنن. به نظر آقا دلیل اصلی چی میتونه باشه؟ دلیل‌های اصلی خیلی زیادن بچه‌ها، یعنی اینکه نمیتونیم حتما قطعی بگیم که آقا ما فقط به خاطر این دلیلی که زنبورامون مثلا کار نمی‌کنن یا به خاطر فلان چیزه. خیلی دلیل‌های گسترده‌ای داره، چون که ما بالاخره یک کشوری هستیم که 4 تا فصل داریم و این 4 تا فصلش پوشش گیاهی متفاوت خاص خودشو داره و نژاد زنبوره. و البته مهمترین دلیلش الان حساب بتونه بچه ها، مهمترین دلیل ناامیدی، نه مهمترین دلیل کمبود جمعیت یا هیچی یا کار نمیکنه، از اینا منظورم. مهمترین دلیل ناامیدی اینه که بچه ها مثلا یه سری از دوستان میرن زنبور میخرن زمستون، 10 تا قاب یا مثلا 7 تا 8 تا قاب، این میخوره به بهار، یعنی فصل بهار شروع میشه، تخم‌ریزی گسترش پیدا میکنه، شهداوری زیاد میشه، زنبور بهش برگمون میدی میبافه، یعنی شما دارین از کار زنبورداری لذت میبرین تا اواسط مثلا تیر ماه دارین از کار زنبورداری لذت میبرین، چون که تخم‌ریزی زیاده، شهدوگرد هم زیاده، زنبورداری دارین لذت میبرین. بعد اینکه شهدوگرد که میاد پایین، تخم‌ریزی میاد پایین، ضعیف که میشه، کم کم جمعیت از تیر ماه تا اواسط مرداد ماه و اوایل شهریور ماه ضعیف و ضعیف‌تر میشه و باعث میشه که شما مثلا هر کاری میکنین زنبوراتون پیشرفت نمیکنن، کار نمیکنن و بیکار نشستن. این باعث ناامیدی در بین زنبوردارا میشه و یه چیز طبیعیه بچه‌ها، طبیعیه. سوال انقدر میکنین از ما، این چیز طبیعیه که زنبور تو این فصل ضعیف و ضعیف‌تر میشه. دقیقاً بچه، توضیحات کلی به این شکله، یعنی اصول کار و مهم کار به این شکله. حالا باز دوستان از ما میپرسن خب ما توی فصل تابستون خوبه وضعیتمون. خب دوستان، بازم میگیم پوشش گیاهی تو مناطق مختلف ایران متفاوته. یعنی الان ما به طور مثال ما یه بهار عالی رو داریم، همیشه هم شمال زمین بهار عالی رو داشته، به خاطر بالاخره خرمالو داره، نمیدونم پوشش مرکبات بی‌نظیرش و اینا، ولی خب میایم میخوریم به یک تیر ماه مرداد ماه فوق‌العاده کم بود، یعنی اینکه هیچی، باورتون نمیشه، شما پوشش گیاهی رو میبینید اما هیچی توی صحرا نیستش. و یکی از علتهای اصلی غارت شدنش هم همین موضوع، شما میبینید اینا مزید بر علت میشه که شما یه ذره ناامید بشین. به طور مثال میری کندویی که 3 طبقه باز میکنی میبینی یه دونه قاب تخم ریزی داره. خب طبیعیه دوستان، اینجور چیزا بهش بر میخورین. شمایی که کوچ نمیدین، شمایی که تغذیه درست نمیکنین، شمایی که کیک گرده به موقع بهشون نمیدین، بچه ها همه اینا تاثیر داره. نژاد زنبور تاثیر داره، نوع فصل تاثیر داره، دما چقدر در مورد این دما ما توضیح بدیم. آره بعدن این قضیه دما، میدونی داستانش اینه که خب کندوهای ایرانی که کف هستن اصلا غیر استانداردن، یعنی اینکه استاندارد درستابی نهرن، کف فزن، من بهش میگویم جعبه. خب این خودش باعث میشه که جمعیت زنبور کم بشه و گرما بیشتر جمعیت ها برن برای آب آوردن، خنک کردن و تمیزکاری و خیلی کارهایی که اصلا ارزش زنبورداری میاره پایین، ارزش کندو رو میاره پایین، چون که بیشتر به خاطر که برن مثلا پیشرفت کنه مثلا کندو، میره مثلا دنبال تمیزکاری، دوباره خنک کردن، باد زدن، آب آوردن و این چیزا. و از همه مهمتر، وقتی شما کندوت کف باز میشه تو این فصل خیلی درصد راندمان کاریت بالاتر. این فیدبکی که من بچه ها میگیرم، مثلا توی دوستانی که مثلا تو این فصل توی تابستون مثلا کف باز کردن، با کف بازه هاشون مثلا ما الان پشتی ها کف بازن، جلوی ها کف بستن، جلوی ها پشتی ها کف بازن، الان کف باز ها خیلی بهتر کار میکنن، اصل آوری بهتری هم دارن. خب پس دما یکی از اصلی ترین موضوعات، چون الان تو وسط شهری باییم دما هم خیلی بالاست و کلن گیاه از بین داره میره،
تا یه بارون بزنه تا هوا خنک بشه دوباره شد شروع بشه. دقیقاً این دما که بچه ها باز میپرسن خب ما با دما رو میایم هواکش درست میکنیم، میایم فلان میکنیم. دوستان زنبورداری یه کاریه که با یه کار نمیشه یک تأثیر بزرگ انجام داد. شما مجموعه کارهایی که انجام میدین میاد روی زنبورداریتون تأثیر میذاره. به طور مثال یک سوالی که همین امروز بچه ها توی یوتیوب سوال کردن، گفتن برای غارت ما در کندو رو ببندیم گرم نمیشه داخل. این دلیل اصلی مشکل داشتن کندوهای کلاسیک ایرانیه که شما در کندو رو واسه جلوگیری از غارت میبندین، کوچیکش میکنین، دمای کندو میره بالا داخلش، زنبورای بیشتری مجبورن خنکش کنن. پس بچه‌ها باید یک سری مجموعه کارها رو شما انجام بدین. به طور مثال ما الان نصف کندوامون واسه اینکه همیشه به بچه‌ها یاد بدیم، نصف کندوامون با کفباز، نصف کفبسته، و همیشه هم ویدیو گذاشتیم، هزاران بارم ویدیو گذاشتیم بهشون نشون دادیم که تأثیراتو بیاین نگاه کنین. شما یه دونه زنبور بیرون کندوی کفباز نمیبینین، ولی جلوی کندوی کفبسته 90% زنبوراش بیرونن و دارن برای خنک کردنش تلاش میکنن. همه اینا میاد مزید برعلت میشه، باعث میشه که شما تخمریزی کمتری داشته باشین، جمعیتی کمتری داشته باشین، عسل آوری کمتری داشته باشین، گرد آوری کمتری داشته باشین. چرا؟ چون زنبورها تقسیم کار میکنن و هرچی دمای داخل بیشتر بشه، رطوبت بیشتر بشه، تعداد درصد جمعیت زنبور میره به اون سمت. یعنی شما حساب کنین به طور مثال اگه 20% زنبور بره واسه گرما و واسه تامین خنکی هوا، اکسیژن و رطوبت، شما با کف باز کردن فقط با یک کارا، یک کف باز کردن میتونین این 20% رو بیارین اضافه کنین به پرستاری، به رطوبت، به عسل آوری و به شهد آوری و گرد آوری. دوستان نکات خیلی زیاده و خیلی با همه، یعنی اینکه شما باید همه رو رعایت کنین. اینطور نیستش که شما بگین خب من این کار رو انجام دادم چرا جواب نگرفتم. این کار فقط یه درصد، مثلا 10% رو داره تأثیر میذاره. شما باید همه رو رعایت کنید. و ما آره. از چی اومدیم به کجا رسیدیم؟ ولی خب همه اینا تأثیر داره. ولی من میگم آقا اصل موضوع این فصله و پوشش گیاهیه. دقیقا. وقتی شما کوچ نمیدی و پروتئین زنبور میاد پایین، تخمریزی خیلی کاهش پیدا میکنه و زنبورهای صحرا رو کم 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 از بین میرن و جمعیت میاد پایین و زنبور مونباف ما هم خیلی کم میشه. دقیقا. وقتی مونبافمون کم میشه باعث میشه که خب پیشرفتی نباشه، تخمریزی کمتر میشه، ملکه کمتر تخم میریزه، وقتی میبینه گرده نمیاد. این فصل طبیعیه، اول شهریور کاملا طبیعیه که جمعیت کم میشه. ما کم کم باید بیایم شروع کنیم به تحریک کردنشون با که گرده، با شربت دادن، با خالی کردن جا، همون عسل و جمع کردن عسل و دستگاه اکستراکتور زدن، با فشرده سازی. اینا این نکاتی که من هر روز تو ویدیوها دارم میگم، همش داریم من هواپیم تو ویدیو یوتیوب که همش گفتیم، حالا تو اینستام چند تا برای بچه‌ها میذاریم و میگیم. این بزرگترین کار رو شما، یعنی 4 تا عمل حتما باید انجام بدین که یه عمل دیگه که میشه پنجمی، 4 به اضافه 1، این که کنه‌کشی تو این فصل، کنه‌کشی باید انجام بشه. وقتی کنه‌کشی انجام میشه، وقتی زنبور پاک میشه، وقتی شما به شهد میدین، وقتی بهش گرده میدین، وقتی جاشو باز میکنین، وقتی فشردهش میکنین، تخمریزی از دوباره شروع میشه. شما یه زنبور سازی زمستون گذرنی میکنین. آقا دیگه فکر میکنم همه چیو گفتیم دیگه. دقیقاً دیگه. بعد بچه یه نکته دیگه، وقتی ما میگیم شربت بدین، ما الان عسل رو برداشتیم. یعنی شما عسل رو برداشتین، زنبوراتون رو میایین فشرده سازی میکنین. این فشرده سازی باعث یک تخمریزی متمرکز ملکه میشه. خودش یکی از دلیلاشه. به کنار شما با شربت دادن باعث تحریک زنبور میشین. دوستان فکر نکنین که این شربت قراره عسل بشه، قراره شما عسل تغذیه بدین. نه، هزاران بارم داریم میگیم این شربت قراره یک مکمل باشه، یک روحیه ده باشه، یک چی میگن بهش. این باعث میشه که شما به صورت دستی این زنبور رو وادار کنین به کار کردن، از اون تنبلی درش بیارین. بچه‌ها میگن چرا غارت میکنه کندوی ما رو؟ زنبور گشنه شه. زنبور گشنه به هر جایی که ببینه نزدیکترین و بی‌دفاع‌ترین حالت ممکن واسه چی حمله میکنه. بله. زنبورش به کمبود مواجهه. پس بچه‌ها نگاه کنین، ما دیگه فکر کنم یه چیزی هولوش 30-40-50 نکته یعنی کاربردی گفتیم. یعنی از اون چکیده یه کل اون ویدیوهای ما از اون اول تا الان جمع کنین، دیگه نکته‌های اصلی و مهمشو گفتین که با رعایتشون واقعا شما میتونین یک فصل زنبورداری عالی رو بگذرونین. میتونین یعنی بهتون بگم تقریبا به ایدئال نزدیک باشین توی زنبورداری. آقا ایشالله که استفاده کنین، لذتش رو ببرین. خواستیم این انقدر که مهمه، اومدیم دوتایی با هم دیگه ویدیو بگیریم. اصولا ما ویدیوهامون همه تکیه. آقاییم در برای مسائل تخصصی زنبور صحبت میکنه، من مسائل اجرایی زنبور صحبت میکنم.
اومدیم این دوتا رو با هم دیگه درآمیخته کردیم یک ویدئوی فوق‌العاده بگیریم. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم، ایشالله که استفاده کنین لذتش ببرید. خیلی مخلصیم، ایشالله که همیشه موفق باشین، همیشه یه عالمه کندو داشته باشین که همیشه در حال پیشرفت باشه، میدونین همیشه موفق باشین. خیلی دوستتون داریم، مخلصیم.